سرخط خبرها. سخنگوی نیروهای مسلح: 1528 عضو طالبان در 154 عملیات کشته شدند. مکینزی در کابل با سرپرست وزارت دفاع دیدار کرد. ولسوالی گلدار بلخ از کنترل طالبان تروریست خارج شد. رئیس جمهور غنی: با هجوم تروریسم بین‌المللی مواجه هستیم. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما باشید. ولسوالی گلدار بلخ از کنترل طالبان خارج شد. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دولتی ولسوالی گلدار بلخ را از طالبان پس گرفتند. به گفته این وزارت، در عملیات بازپسگیری این ولسوالی که امروز دوشنبه 4 اسد اجرا شده، 20 عضو طالبان کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی گفته که طالبان از مرکز ولسوالی گلدار فرار کردند. طالبان تا اکنون در این زمینه واکنش نشان نداده است. این گروه مدعی است که حدود 200 ولسوالی را در کنترل خود دارد. مقام های امنیتی میگویند تا اکنون پیش از 20 ولسوالی از کنترل طالبان تروریست خارج شده است. مکینزی در کابل با سرپرست وزارت دفاع ملی دیدار کرد. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که همزمان فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان را نیز بر عهده دارد، در کابل با بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی دیدار کرد. طبق خبرنامه وزارت دفاع که دوشنبه 4 اسد منتشر شد، محمدی و مکینزی درباره ادامه کمک آمریکا به نیروهای دفاعی و امنیتی و قوای هوایی کشور گفتگو کردند. مکینزی در این دیدار تاکید کرده است که آمریکا با کمک‌ها و همکاری‌هایش با نیروهای دفاعی و امنیتی و قوای هوایی افغانستان ادامه می‌دهد و حملات هوایی را نیز در حمایت از نیروهای امنیتی تداوم خواهد بخشید. سرپرست وزارت دفاع ملی نیز کمک و همکاری آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسیار مؤثر و مهم خوانده است. مکینزی که مسئولیت فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان را نیز بر عهده دارد، شامگاه روز یکشنبه 3 اسد در یک نشست خبری در کابل گفت که آمریکا در روزهای اخیر حملات خودی را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داده است. او افزود که ما آماده هستیم تا در صورت ادامه حملات طالبان، سطح این حمایت‌ها را در روزهای آینده بالاتر ببریم. این در حال است که در پی تصمیم جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، وضعیت امنیتی کشور به شدت وخیم شده و ده‌ها ولسوالی به دست طالبان افتاده است. سخنگوی نیروهای مسلح: 1528 عضو طالبان در 154 عملیات کشته شدند. سخنگوی نیروهای مسلح اعلام کرد که در 154 عملیات نیروهای دولتی 1528 جنگجوی طالبان کشته و 801 نفر دیگر آنان زخمی شدند. به گفته اجمل عمر شینواری، این عملیات طی روزهای اخیر در سراسر کشور انجام شده است. او دوشنبه 4 اسد در یک نشست خبری گفت که در عملیات نیروهای دولتی 16 عضو طالبان نیز بازداشت شدند. شینواری بیان کرد که نیروهای دولتی طی روزهای اخیر ساعت را از طالبان پس گرفتند. او جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه نکرد. جنایت جنگی طالبان در قندهار و غزنی. سخنگوی نیروهای مسلح میگوید طالبان در برخی مناطق از جمله در اسپین بولدک قندهار و مالستان غزنی مرتکب جنایت جنگی شدند. او افزود که این گروه در اسپین بولدک 400 نفر را کوچکبری داده و همچنین 100 غیر نظامی را تیرباران کردند. شینواری گفت که طالبان در مالستان غزنی نیز غیر نظامیان را کشته و یا هم آواره کردند. شورای مردمی مالستان هم دیروز در یک نشست خبری گفت که طالبان در این ولسوالی پیش از 40 نفر را تیرباران کردند. این شورا خواستار توافق و کشتار غیر نظامیان شد. همچنین دوستو نیکل میگویند بر مبنای گزارش‌های نشر شده از سوی رسانه‌های داخلی و نهادهای بین‌المللی، ده‌ها تن از شهروندان کشور از سوی عناصر مخرب ضد بشری در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار قتل عام شدند. این نهاد گفته است که در معادلات بین‌المللی این رویداد ناگوار بازیگر از جرایم بین‌المللی است و در کود جزای افغانستان نیز به صراحت تحت جرایم نسل‌کشی و جنایت جنگی جرم‌نگاری شده است. داستانی گل در اعلامیه گفته است که دولت افغانستان مکلفیت دارد تا از جان، مال و حیثیت شهروندان خود دفاع و تمام جرایم ملی و بین‌المللی را که در خاک این سرزمین اتفاق می‌افتد به گونه جدی بررسی کند.
رئی جمهور غنی با هجوم تروریسم بین‌المللی موجی هستی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور میگوید که ماحول تغییر کرده و افغانستان با هجوم تروریسم بین‌المللی موجی است. رئی جمهور غنی روز دوشنبه 4 اسفند جلسه آمادگی برد مشترک نظارت را برگزار کرد. او در این جلسه گفت که افغانستان در سال جاری با هجوم تروریسم بین‌المللی موجی است. رئی جمهور اما اطمینان داده است که جمهوریت حفظ می شود، زیرا به باور او جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان ایستاده است. اشرف غنی همچنان از آمادگی ادارات دولتی برای جلسه برد مشترک نظارت ستایش کرد و گفت علی‌رغم اینکه افغانستان در سال جاری با خشکسالی کرونا و جنگ مبارزه می کند، نرخ 3% و اقتصاد کشور 1% رشد کرده است. به گفته او یک خبر خوب برای مردم کشور است. رئی جمهور غنی در حال از آن کرده است که افغانستان با حجوم تروریسم بین‌المللی موجی است، حدود 90% نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند. این در حال است که ماموریت این نیروها در افغانستان مبارزه با تروریسم بین‌المللی بوده است. آمریکا همزمان با اعلان زمان خروج نیروهایش از افغانستان گفته بود که این کشور در امر مبارزه با تروریسم به اهدافش رسیده است. امنیت ملی 4 خبرنگار محلی در قندهار را بازداشت کرده است. 8 کابل. خبرنگاران آزاد افغانستان گفته است که ریاست امنیت ملی قندهار 4 روزنامه‌نگار را که برای تهیه گزارش تحقیقاتی از کشتار غیر نظامیان به دست طالبان به سوین بولدک ولایت قندهار رفته بودند بازداشت شده است. خبرنگاران آزاد افغانستان روز دوشنبه 4 اسفند با نشر اعلامیه گفته است که این خبرنگاران عین بازگشت از پلیس سوین بولدک در شهر قندهار مرکزی این ولایت بازداشت شدند. در همین حال صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران به روزنامه 8 صبح با تایید این خبر گفت که 3 تن از خبرنگاران به شمول مدیر مسئول رادیو صدای ملت در قندهار از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. به گفته توحیدی این خبرنگاران خلاف توصیه دولت به 3 سایه زیر کنترل طالبان در پلیس سوین بولدک قندهار رفتند و پس از گفتگو با طالبان نوار تصویری مصاحبه با آنان را در سایتشان نشر کرده بودند. پیشرفت طالبان، رفتن غنی یا تشکیل حکومت طالبانی. بدیهی است که به هر اندازه که جنگ و سرش پیدا کند سلط از ایف می شود. این همان وضعیت است که اکنون در افغانستان به وجود آمده است. در این میان اشرف غنی و گروه طالبان همدیگر را مانع صلح می دانند. آقای غنی، طالبان به عدم اراده برای دستیابی و توافق سیاسی متهم می کند و طالبان نیز متقابلا او را مانع در مسیر صلح می دانند و اعلام می کنند که تا زمان که او در قدرت حضور داشته باشد صلح برقرار نخواهد شد.